80% ترانزیت کالا در جهان از اینجا می‌گذرد. دریا. در کشور ما این سهم به لطف وجود 238 کشتی بزرگ و 11000 شناور کوچک و بزرگ به 90% رسیده. در مراسم روز جهانی دریانوردی اینجا ضمن تقدیر از فعالان این بخش به نقش مهم صنایع دریایی در اقتصاد کشور تأکید شد. جمهوری اسلامی ایران با بیش از 5000 کیلومتر خطوط ساحلی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، 15 جزیره و 90 بندر بزرگ و کوچک تجاری و صیادی جایگاه ویژه‌ای در حمل و نقل دریایی دارد. کشتی‌های ایرانی از نظر مطابقت با استانداردها حداقل نواقص را داشته و در تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای کنترل و بازرسی ایمنی کشتی‌ها در لیست سفید قرار دارند. دبیرکل آیمو هم ضمن گرامی داشت جانباختگان کشتی سانچی از نقش مؤثر ایران در سازمان بین المللی دریانوردی تجلیل کرد. حضور امروز من در اینجا به پاس قدردانی از زحماتیه که یک عضو مهم و تاثیرگذار سازمان بین المللی دریانوردی داشته. توجه کشور شما به پروتکل‌های حفظ ایمنی دریانوردی و محیط زیست قابل ستایشه. در این مراسم گریزی هم به نقش مخرب آمریکا در دریاها و اخلال در ترانزیت کالا و انرژی زده شد. اقدامات آمریکا در طی 6 ماه گذشته به طور جدی مسائل بین المللی و تجارت بین الملل در منطقه رو دچار خدشه کرده و ناوگان‌های تجاری در این خصوص دچار آسیب میشن. قطعا ما از سازمان جهانی دریانوردی این خواسته رو داریم با توجه به اینکه ما تمام کنوانسیون‌ها رو رعایت کردیم، اونها از دریانوردی ما در سطح جهان حمایت بکنند و از ما پشتیبانی بکنند در این اتفاقی که به صورت ناجوانمردانه از سوی امریکا بر کشور ما تحمیل شده. توجه به حضور قدرتمند ارتش ایران در آبراهای بین‌المللی که نقش مؤثری در کاهش دزدی‌های دریایی به ویژه در سواحل سومالی داشته، از جمله نکات مورد توجه مراسم امروز بود. جمهوری اسلامی ایران همکنون به لحاظ مالکیت و داشتن کشتی‌های تحت پرچم جزو 30 کشور ممتاز جهان به شمار میره. مهدی صادقی، خبرگزاری صدا و سیما.